یکم دیگه با صد یه عکس و یه سری اطلاعات میفرستم. خوب بررسیشون کن، ببینم تو آلمان آشنا ماشنا زیاد داری یا نه. عرضه چه بخوای. خوبه باشه، ببین پولش اصلا مهم نیست، حتی یک کلمه باشه میخوام، حتی اگه یک کلمه باشه میخوامش. فهمیدم. متوجه شدی؟ بله. بفهم، بگیر چی میگم، حرفمو بفهم. شاید یه مشکلی داشتن که نمیتونستن به کسی بگن. اوه این دیگه چیه؟ مثل نسخه دکتر هیچ نمیشه ازش فهمید. هر بار میام این خونه احساس میکنم پیر میشی.
بعدش هم نمیگی نقشت چیه؟ با کرم طرفیم مالتان، همش از جاهای حساسی که اصلا فکرشو نمی کنم ضربه میزنه. البته منم یه چیزایی تو ذهنم ببین هست. وقتی اینطوری حرف میزنی من یکم نگران میشم. نگران نشو، نگران شدن نداره. یعنی این شکری به کنار، بقیه شنو گفتی جاشونو عوض کردی؟ آره ردیفش کردم، نگران نباش. تو همینجا وایسا. مدارکی که خواستی اینا نداشت؟ فرهاد برادرش ممنون. مخلصم داشت، شاکریم. داشت کرم میگم این قضیه کشته شدن شکری عزیز، البته میدونم اون داش شماستا. خیلی از دست داداشم عصبانی، به خونش تشتم داشتم. عالیه، من حواسم بهش هست، هر وقت لازمه داشتم خودم بهت زنگ میزنم. کارام قشنگ داره پیش میره. داش اگه تو نمیتونی پسش بر بیای میدونی که من همیشه. اصلا به کارهایی که در حد و اندازه تو نیست کاری نداشته باش. باشه داش. میسنداختم؟ میام پیشت. برو. آخ بابا، آخ بابا، چرا زیر زیرکی بدون اطلاع من واسم تله میذاری؟ همش پی در پی تا بی نهایت. هری خان خیر باشه، تو هیچ وقت تا این موقع بیرون نمیموندی. زندگی دیگه تحسین، آدم آزاد گای خارج از عاداتش هم یه کارایی بکنه. گلتن، پریان خانوم، تحسین خان، خوش اومدین. گلتن اینا دیگه چیه؟ این کارتونا برای چیه؟ عزیز خان زنگ زد بهم، ازم خواست که وسایلش رو جمع کنم. چرا؟ اسباب کشی میکنه، از اینجا میره. نه خیر عزیزم، این امکان نداره. همین الان اون کارتونا رو بذار زمین گلتن، همین الان ببرشون بذارشون بیرون. زود باش برشون دار. تحسین این کارا یعنی چی؟ تو از این تصمیمش خبر داشتی؟ کجای این قضیه عجیبه پریحان؟ بهتره یکم آروم باشی و آرامش همه رو به هم نزنی. مامان، بابا، چی شده؟ این سر و صدا واسه چی؟ داداش عزیزت داره اسباب کشی میکنه. خب مگه چی میشه مامان؟ اون که اصلا خونه نمیومد، الان فقط داره وسایلشو میبره. نه نمیشه، اصلا امکان نداره. من اجازه نمیدم همچین اتفاقی بیفته، فهمیدین؟ عمرن اجازه بدم این کار انجام بشه، فهمیدی چی شد؟ کاری ها نکن. تو کاری نباشه تحسین، تو یکی که دیگه اصلا نباید بعد از این تو کارای من دخالت بکنی. اینجا رو خیلی دوست دارم، حالم خوب میکنه. یه چیزی میخوام بپرسم. مامانمه، خبردار شده. بله مامان جان. این کارا چه معنی داره عزیز؟ چه معنی داره مامان؟ داری از اینجا میری مامان؟ اینا موضوعاتی نیست که تلفنی صحبت کنیم، میام خونه حرف میزنیم، باشه؟ عزیز اجازه ی همچین کاری رو اصلا و ابدا بهت نمیدم. باشه مامان، میام خونه حرف میزنیم. زود بیا. ای خدا،
صدای پریهان خانم تا اینجا میومد. چی کار کردی باز اینطوری عصبانی شده؟ وسایلی که تو خونه داشتم و جمع کردم، میرم از اونجا. چی؟ کجا میخوای بری؟ اون پشت دو تا اتاق خالی هست. آره. خالی خالی؟ عزیز آلتان، فقط یکم باید تمیز بشن، همین. چیه؟ نکنی نمیخوای بیام؟ نه بابا، اتفاقا برعکس. آخه تو عزیز کرکماز با اون دبدب کبکبه‌ای که مدیر یه هولدینگه، منظورم رو تو خودت بهتر میدونی. یعنی الان میخوای از اون ویلای شاهانه با اون امکانات پاشی؟ بیای تو این قوطی کبریت بمونی؟ یعنی برم هتل زندگی کنم؟ پس اون حرفایی که در مورد هتل میزدی چی شو؟ یه چیزی میخوام بگم، خیلی قرار خوش بگذره. خیلی. آلتان تو بلدی غذا درست کنی دیگه؟ تو خواب ببینی. غذای ترکیو خیلی دوست دارم آلتان، سه نوع. الو خاله سفین، تو رو خدا نگو که خاله آنتا چیزیش شده. نه حالش خوبه، میخواستم بگم اگه میتونی بری دنبال سلطان بیاریش اینجا، من باید برم مغازه، سرشون شلوغ شده، نمیتونن به همه کارا برسن. این پرستارم که همینجوری گذاشت رفت، دست تنها موندم. باشه خاله سفین، ببین خوب به حرفام گوش کن. باشه میگیر بشقابتو، نوش جونتو. جینا بشقابتو بده. فایق جان، غذایی که دوست داری رو پختم. دست درد نکنه حسیبه من. نوش جونت، بده دخترم. جاداش، مامان، جاداش اومده. فرهاد، فرهاده، پسرم. بابا نظر دیگه پخش و پلاشی. قربان خیلی خسته به نظر میرسینا. آره خسته، خیلی به هم ریخته. به نظر من بریم بیرون یکم هوا بخوریم. قربان هوا خیلی خوبه. راست میگی. ممنون سینا. سلام، من اومدم. حسیبه خوش اومدی. چرا وایسادی؟ بیا تو، بیا بیا. به چی نگاه میکنی مامان؟ برو کنار، بیایم تو. بیا خاله آنتو، بیا. آروم آروم. آی حسیبه، این پسرت واقعا فرشته است، خدا ازش راضی باشه. پسرم من دیگه میرم. باشه عزیزم، برو خاله. مرسی، شبتون بخیر باشه. پسرم بیا. پسرم تو با من چی کار کردی؟ چی کار کردم مامان؟ اومدم دیگه. جدی جدی اومدی؟ آره. بابام خونه هست؟ بالاست. تا کی میخواید از دست هم فرار کنید؟ بیا برو بالا مامان. برو. یه شرطی دارم و الا نمیرم. خاله آنتا با ما زندگی میکنه. اصلا فکرشم نکن، دیوونه شدی. باشه آبجی. وایسا عمرن اگه بذارم، یه لحظه هم نمیذارم بری. باشه
گفتم که شرط دارم. اومدم. نه یا نه یا چیزی نیست. باشه پسرم باشه. تو فقط بمون. من از کل محله پرستاری میکنم. باشه. وای جیگر من. جیگر من. بیا ببینم بیا. دلم برات یه ذره شده بود. عزیز دل مادر. پریان خانم یکم آب بخورید. چیزی نیست. ولش کن. آروم باش پریهان. خواهشان خودتو نباز. آروم باش. آفرین. مامان جون اینجوری نکن دیگه. ازت خواهش میکنم. پریهان بسه. بسه دیگه پریهان به خودت بیا. آی مامان. پریهان. چرا این کارو میکنی پریهان. آخه؟ ماما. میشه یکم منو با مامانم تنها بذاریم؟ همچی میکنی؟ تو برای چی داری همچین کاری میکنی عزیز؟ از خونه رفتن دیگه یعنی چی؟ مامان جون من تو ماه چند بار میام خونه میشه بگی؟ موضوع این نیست پسرم. همین که وسایل تو این خونه است یعنی هر لحظه احتمال داره بیای تو این خونه. همین کافیه. مامان جون حواست هست اینی که داری میگی چقدر منفیه؟ انگار تنها چیزی که ما رو مثل یه خونواده پیش هم نگه داشته مکان و وسایلمونه. باور کنین خیلی بدتره. ببین مامان، این که من واسه دیدن تو نه، فقط واسه این که لباسامو عوض کنم میام اینجا، باید تو رو بیشتر اذیت کنه. فکر میکنی چیزی که منو میکشونه اینجا همین 3-4 تاتی که وسیلمه؟ آخه عزیز، آخه ماخه نداره مامان. من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. لطفاً درکم کن. خودت داری میگی عزیز، تو که تو این خونه زندگی نمی کنی. این بار فرق داره مامان. لطفاً اصرار نکن. معلومه که تو اصلا نمیدونی دور و بریامون چیا میخوان بگن. آره مامان. ببخشی؟ راست میگی. واسه یه بارم که شده فکر میکردم واقعا احساساتی شدی مامان. آره واسه تو مردم مهمن. درست میگم؟ سرم نه ببین من منظورم این نبود. اتفاقا دقیقا همینیه که گفتی مامان جون. نه خیر اینجوری. خاله گلتن مامان، خاله گلتن اتاق منو جمع میکنه. هیچ کس به غیر از خاله گلتن نمیره تو اتاق من. تو هم کاری به کارش نداشته باش. خاله گلتن لطفاً اتاق منو جمع میکنی همونطور که گفته بودم. شما امر کنید عزیز خان. خواهش میکنم. الانم با اجازتون خانم پریهان باید با جناب تحسینم برم صحبت کنم. اصلا نمیتونم این اجازه رو بدم عزیز. حرف من باید عملی باشه. نمیتونم اجازه بدم مردم پشت سرمون الکی حرف در بیارن. بهت نگفتم بیا تو؟ میدونم، اما من اومدم برم بیرون. اصلا مهمون نواز نیستی. فکر میکردم بشینی به حرفام گوش بدی، اما حیف شد دیگه. حواستو جمع کن کمیسر. آخه چیزایی که میخواستم بگم دقیقا در مورد همین بچه های بیچاره است. میدونی چیه؟ اینو با اینو داداشم کشته. خیلی حرف برا گفتن دارم. تازه رسیدم خسته ای رو هم میشه بشینم. اینایی که میگن گم شدن دنبالشون نگرد. داداشم کشتتشون. ای
این چیه؟ با هم آشنا نشدی نه؟ ترفیعته قدم اول. نه از دهن افتاده، اینجوری نگاه میکن. یه چای دیگه بگو بیارن، کم رنگ باشه، یه چای دبش بگو آبم بیارن، دهنم میسوزه. مصدق یه چای بفرست بیاد، کم رنگ باشه، کم رنگ باشه. فریده چی شده دخترم؟ واقعا نمیدونم بابا، احتمالا چون کسی رو پیدا نکردن حواسش به خاله آنتا باشه آوردنش. فرهادم از وقتی که خاله آنتا بیمارستانه همش میرفته پیشش، منم تعجب کردم که اینطور. چه عجب یه کار خیر انجام داد. فایک پسرم، سهیلا کجاست؟ فراد، آلیس کجاست؟ از وقتی به هوش اومده آلیس رو صدا میکنه. دوست فرهاد با آلیس اشتباه گرفته، واسه همون میپرسه. به خاطر همین گفتم بهتره پیش ما بمونه. معلومه که میتونه اینجا بمونه. پسرم اتاق تو خالی، تو اتاق جان میخوابی، یه کارش میکنیم دیگه، باشه؟ مامان چه بیام چه نگم خوبه، من پیش جان میخوابم امشب. مامان این خونه دستشویش کجاست؟ اونجاست پسرم، تو برو دست و صورتتو بشور، بعد شام بخوریم. بیاییم بشینیم. بیاییم. جیلان نیست؟ حتما پایینه. باشه بیا بشین اینجا. عزیز چرا این کارو کردی؟ چی کار؟ به کرم چرا قضیه یه مامان بابا شو گفتی؟ اول تو بگو بابا چرا اون کارو کردی؟ چی کار؟ آدمی که دوستش داشتم مثل داداشم میخواستمش، دستور مرگشو چرا صادر کردی؟ میشه به هم بگی؟ عزیز تو یه خواهر و یه برادر داری، یکی کرم اون یکی هم سلطان، بقیه فقط و فقط به خاطر منفعت خودشونه که پیشتن. اینو اصلا فراموش نکن. منفعت؟ راستش هر چی میگذره تو رو بهتر میشناسم بابا جون. منظورت چیه؟ اعتماد نداشتن به هیچ کس باید خیلی سخت باشه.
این که نتونی پشت تو به کسی بکنی، فقط واسه این که شب و راحت بخوابی، پشت این دیوارای بلند قلعه‌ای که درست کردی پنهون میشی. دم در نگهبانا، داخل پر دوربین مدار بسته. زندگی با این همه ترس سخت نیست؟ ولی چیزی که واقعا باید ازش بترسی بیرون نیست بابا، میشه گفت دقیقا همینجاست. میدونی چرا؟ این دیوارا تو رو از بیرونی ها میتونه محافظت کنه، ولی از کرمی که با وجدان خودت اونو بزرگش کردی نمیتونه و نخواهد تونست. و البته از من. از تو؟ بعد از این اگه اذیتم کنی اذیتت میکنم. نه تو نه اون کرم، هیچ کس واسه‌تون مهم نیست. غم هیچ کس واسه‌تون مهم نیست. هر چی که هست منه. من فقط از خودتون دم میزنین، از منفعتم حرف میزنه. حداقل کرم رو راسته، از این نظر رو راسته. منفعت خودشو قایم نمی کنه. ولی تو چی بابا؟ میگی برای خودت میگم، ولی خیلی راحت داری دروغ میگی. دروغ میگی بابا. فقط کافی بود یه دقیقه از خودت رها میشدی و با وجدانت تصمیم میگرفتی. کسی که گذاشته بودی بمیره دوست عزیز پسرته، پسری که میگی دوستش داری و واسش میمیری، آلتان بود بابا. بس کن نزیز، بس کن، تمومش کن. حواست هست واسه اونی که میگی داداشته؟ واسه همون آلتان، خونوادتو، یعنی مادرتو، پدرتو، برادرتو داری به چه بیراهی میکشونی؟ اصلا نمیتونم به خودم بقبولم. هنوزم متوجه نیستی، موضوع دوست من نیست، موضوع همین ما گفتنه، خونواده گفتنه، پسرم گفتنه، برادر سلطان، منم، من، پسرتون، عزیز. آلتان واسه چی تیر خورد ها؟ به خاطر محافظت از خواهرزاده ی کمیسر. حالا فکر میکنی چرا دستور دادم که اون دختر رو بدزدن؟ برای محافظت از تو؟ ولی تو اینو نمیفهمی پسر. بابا همون تیری که واسه محافظت از من از اون اسلحه شلیک شد برگشت خورد به خودم. یکم هم اینجوری فکر کن. بگذاریم، دیگه خیلی مهم نیست. اگه داداشم یعنی آلتان میمرد، من مثل کرم نیستم بابا. سنگ رو سنگ بند نمیشد. ولی برو دعا کن که نمرد. خدا رو شکر کن. با انداختن کرم به جون من فکر میکردی به چه موفقیتی میرسی؟ نقشت چی بود؟ چیزی که واسه مهمه همینه نه؟ ترست از همینه. ما نیستیم، ما فقط بهونه ی تو این بابا. آره دیگه، جنگی نیست که من توش برنده نشم بابا، هیچ وقتم نبوده. با یه جمله کار جفتتون تموم شد. جوری کرم و ناراحت کردم که آخرین روزنه های امیدشم از وجودش کشیدم و وردم بیرون. اینطوری بگم که بدون جنگ کردن برنده میدون من شدم بابا. نه تو نه کرم متوجه این نشدید، البته هنوز
الان دیگه حرص و ولع کرم که هیچ وقت تمومی نداره، بالاخره به سمت هدف درست یعنی تو هدایت شد. موفقیت من همین بود. امیدوارم دیگه وقتی دارید با هم می جنگید، یعنی پدرم و پسرش، دست از سر انسانهای بیگناه بردارید. آخ عزیز، آخ، چطور تونسته این کار را با من بکنی؟ چطور تونسته؟ اگه راستشو بخوای، منم دقیقا همین از خودم پرسیدم. گفتم بابام چطور این کار با من کرد؟ چطور؟ جواب اون سوال خیلی تلخه بابا، خیلی. آبجی خانم کم بود، اینم اضافه شد. وای خدایا. توی یه خونه کجا داری فرار میکنی ها؟ جیلان، به خاطر تو برگشتم، یا بهتره بگم اومدم آدمت کنم. خوش اومدم. شما اولی سر و سامون به زندگی خودت بده، بعدش حالا حالاها وقت زیاده داداش جون. ببین منو جیلان، نمیخوام ببینم، بسته دیگه. شما کجایید پس؟ اینو کم داشتیم فقط. جیلان چی کار میکنی فرهاد؟ چی کار میکنی؟ حالا میخوای با کتک حالیش کنی؟ آبجی این نباس از جور شرکت رد بشه، نباید دمه در شرکت بره تو. شنیدی چی گفتم یا تکرار کنم؟ من میرم. جیلان میذارم قلم پاتو خورد میکنم. چی داری میگی؟ بیا خودکان ببینم. بیا دیگه، آروم حرف بزنی. چرا داد میزنی؟ تو دخالت نکن. خوب به من گوش کنی، با دعوا مرافع به جایی نمیرسیم. ما خواهر برادری ما. بله درسته جیلان، درست صحبت کن. گوش کنین چی میگم. چه به عنوان خواهر قبولم کنین چه نه، من شماها رو خیلی دوست دارم. فقط یکم آروم باشین، عصبی نشین دیگه. جیلان ببین داداشت راست میگه، جای تو اون شرکت نیست، باید بیای بیرون. اتفاقا جای خودمه. نهیر جون گفت. جیلان ساکت، حالا به هم توضیح بدیم ببینم اون شب چرا دوتایی با هم رفتیم رستوران. تو از کجا میدونی؟ کرم خان به عزیز پیام داد. بگو تو همین چیزایی میدونی؟ به عزیز خان. و تو وقتی اون پیامو فرستاد پیش اون یارو بودی مگه نه؟ مگه نه؟ بله فرهاد پیشش بودم، چون امینه دزدیده شده بود. یعنی چی؟ گوش کن برات تعریف کنم. چی میخوای کرم؟ چرا اومدی؟ همونطور که داری بررسیش میکنی آروم آروم بهت میگم. سوختم. همه چی از آلمان شروع شد، کل داستان از آلمان شروع شده. چی شد؟ تعجب کردی؟ منم همینطور. این چیه؟ اینو بنداز دور. من دورتر از اینجا رو میگم، دارم میگم آلمان. تو نقشه دنیا رو لازم داری، راجع به آلمان حرف میزنن. اینایی که نوشتی غلطه، بگذری. کل داستان از آلمان شروع میشه، اما من فقط قسمت آخر داستانو میدونم. انقدر حرفو نپیچون کرم، کار دارم. باشه عصبانی نشو، همه چیو میگم بهت. این پرونده؟ آره فقط یه پرونده جرمه، اما به من مربوط نیست. به داداشم هم خیلی ربط نداره. در واقع اصلا راستش به بابام هم زیاد مربوط نیست. یعنی چی؟ منظور درست وسط این مثلث شیطانی بابام، یعنی تحسین کرک ماز وایستده. تو اگه میخوای به اون برسی، اگه هدفتونه، باید از طریق اطرافیانش بهش برسی.
اطرافیانش ما هستیم، اما ما نیستیم. تو دیواری که با گوش دور خودش درست کرده رو باید خراب کنی کمیسر. زشترین عکسمو گذاشتی که بابام خیلی قوی تر از اون چیزیه که نشون میده. اینو میدونستی؟ خیلی. اولا چرا بابا با این کارو میکنی؟ دوما حتما در ازاش از من چیزی میخواد. آره. من اهل معامله نیستم. اشتباه اومدی. آره کمیسر، من واسه معامله نیومدم اینجا. من این دفعه فقط دنباله اجرای عدالتم. تو میخوای عدالت اجرا بشه؟ من فکر میکردم کسایی مثل شما خودشون عدالت رو برقرار میکنن. پس ادعاهای بزرگ اون روز تو اون سوله چی شد؟ خط و نشون میکشیدی؟ بله کاملا حق با توه، اما من این سری از عدالت واقعی رو میخوام. یعنی میخوام تو کارتو انجام بدی. واضح صحبت کن کرم. شما تا چیزی نگیرید چیزی به آدم نمیدید. بابام، در واقع کسی که اسمشو گذاشتم بابام و اینطوری صداش میکنم، مامان بابای واقعی منو به قتل رسونده کمیسه. کشتتشون. داداشم اینو میگه. میخوای آمار از عزیز کرکماز بهت بدم؟ داداشم هیچ وقت دروغ نمیگه. بگذاریم. چی میگفتم؟ بریم سر حرفمون. من مامان و بابامو اصلا ندیدم و برای مادر و پدری که اصلا ندیدمشون اجرای عدالت میخوام. نمیخوام تحسین کرکماز به همین راحتی بره به درک. دوست دارم جلوی کل آدمای دنیا تحسین کرکماز رو با دستبند ببرن. فهمیدی؟ با دستبند. آدمایی که مثل بابا من آبرو براشون خیلی مهمه، از مرگم واسش مهمتره. و کمیسر، بابام از چیزی که میبینی قدرتمندتره. تو فقط داری قله این کوه یخی رو میبینی، اما من دارم بهت دینامیت میدم که جاسازش کنی و بفرستیش رو هوا. فقط یه مشکلی هست. چه مشکلی؟ داداشم عزیز کرکماز، میدونی بابام هرچقدر اونو دعوا و نفرین کنه و تردش کنه، تو دنیا تنها کسی که دوستش داره عزیز کرکمازه. عزیز چرا مشکل سازه؟ چون وقتی پای داداشم عزیز کرکماز وسط باشه، بابام تمام نیرو قدرتشو میاره وسط میدون. هرچی ما به این قتلا نزدیک تر میشیم، دوست دارم تو دستای داداشم هم دستبندو ببینم. تا شرکت مال تو بشه. ها! بینگو! خیلی زرنگی. چند روز فکر کردی؟ بگذاریم. برگردیم سر بحثمون. ما هرچی به این قتلا نزدیک تر میشیم. منظورت از ما چیه؟ بابام؟ ما دیگه، تو و من، ما زوج طلایی برو مشکی. فکرشم نکن که من با تو هم کاری کنم. ها نه، همچین هدفی ندارم. من فقط واسه پرونده‌های کوچولو موچولو میارم، تو هم اونا رو از من میگیری و روشون کار میکنی. اعتبار برای آدمایی مثل بابام خیلی خیلی مهمه. یادت باشه از مرگم براش مهمتره. من فقط اینو میخوام. خیلی صمیمی‌ترین دوست عزیز خان آقا آلتان واسه اینکه امینه رو نجات بده زخمی شد. شما جیلان خانم واسه چسبیدن به نهی رو، تو هم وقتی داشتی خودتو به اون آدم رو میچسبوندی و شام میخوردی، ما یعنی کل اهالی حتی دیساله واسه اینکه یه آدم جوون نمیره داشتیم دعا میکردیم. میفهمی؟ باشه همچی. ببین تو هم باید فاصلتو با اون آدم حفظ کنی. سعی کردم فرهاد، سعی کردم، ولی به خاطر تو. چی؟ به خاطر من چی؟ الان هم به هم خوب گوش کنی. این مشکل رو باید با کمک همدیگه حلش کنیم. خب؟ نمیخوام مامان بابا درگیر این مسئله بشن. تازه با هم آشتی کردن. فرهاد ببین، قلب بابا طاقت این چیزا رو نداره. میفهمی؟ نمیتونه. الان هم خاله آنتا با ماست. از همه مهمتر جانه.
جان چرا؟ جان چه شده؟ بعد از ماجرایی که شما با بابا داشتی، مامان و بابا همش تو خونه دارن با هم دعوا میکنن. بعدش میدونی چی شد؟ جان از خونه فرار کرد. ما هم خیلی جیلان. ترسیدیم. به تو هم زنگ زدیم ولی خب دنبالش خال. جیلان کشش نده. بگو چی شده؟ یعنی جان تو مدرسه پرخوشگر شده بود. یکی از دوستاشو تو بیمارستانم بردن. کم مونده بود ضرب مغزی بشه. واسه همین این مشکلا رو باید حلشون کنیم. به خاطر هیچ کس نه، فقط به خاطر جان. باشه. این خونه چیه؟ اینم خودش قضیه جداست. مامان از حرص بابای شب خونه رو خالی کرد. یعنی فرهاد تا خرتناخ توی قرض و قسگیر افتادیم با احتساب قرضای قبلی بابا. ولی من بازم مثل همیشه همه چی رو درستش میکنم. خلاصه که داداش جونم، وقتی شما با ماشین آخرین مدلتون توی خیابونا دور دور میکردین، ما توی خونه به خاطر شما شاهد انواع و اقسام دعواها بودیم. جیلان برو تو. به خاطر همینم نمیتونی به من کاری داشته باشی، یعنی نمیتونین داشته باشین، چون جفتتونم کوپوناتون رو سوزوندین. برو تو. منم برم یه سر به جام بزنم. آره برو. چجوری میخوایم از پس این کارو بر بیاییم؟ از هر طرفش رو میگیرم اون طرفش میمونه. خدایا کمکم کن، خودت کمکم کن.